دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این خبر میهمان ما هستند. آقای دکتر نورزاد، سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب به شما و به تمام کارکنان شبکه جهانی تلویزیون امام حسین علیه السلام. خوشحالم که امروز فرصت برای گفتگو با شما دارم. ممنونم. جناب دکتر، تحلیل شما از درخواست مجمع مدافعان حقوق بشر از دنیا نسبت به فاجعه فرهنگی در افغانستان چیست؟ بفرمایید. این فاجعه بسیار فاجعه عمیق و فاجعه بزرگی در تاریخ افغانستان است که دو بار تکرار شده. یکی در سال 1996 که دوره اول طالبا بود و در بار دوم در سال 2021 که طالبا گرفتن، دوباره این فاجعه فرهنگی و فاجعه هنری تکرار شده. گرچه که حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی با روش های سکولاریسم افراطی و فساد های گسترده ای هنر و فرهنگ افغانستان را به مسیری نامطلوب سوق داده بودند، اما هنوز هم قضایای نسبی آزادی برای تقویت و رشد هنر و وجود داشته او زمان. با این حال نفوذ رسانه‌های غربی و دستگاه‌های دولتی و ترکیه با همراه مشکلات داخلی بایش به طور کامل بهره برداری نه و هنرمندان با محدودیت‌های روبرو باشند که در اون صورت چالش هایی را که در زمان اونا داشتن پس دوباره تکرار شد در زمان طالبا. فرهنگ، هنر، شعر، ادبیات فارسی، نقاشی، هنر معماری باستانی، کتاب نویسی، موسیقی و ساختن آلات موسیقی در افغانستان امروز شدیداً سانسور میشه، ممنوعیت وجود داره، محدودیت و تعصب با ممنوعیت و تعصب مواجه است. عوامل مختلف مانند نجات پرستی و پشتونیزم و غرزنگرایی و کوچیگری و همه اینا باعث بیکار و همچنان بیکاری و ضعف اقتصادی، اخاذی و رشوتستانی و مالیات غیر انسانی سد راه پیشرفت و رونق فعالیت های هنری و فرهنگی در افغانستان شده و به شدت هنر و فرهنگ در افغانستان زیر تاثیر بوده. تهجر و افراطیت طالبان با دیدگاه های قومی و سلیقه‌ای شناخته میشه. تهدیدی جدیتری از جنگ برای هنر و فرهنگ افغانستان به شمار میره. طالبان با سیاست های سرکوبگرایانه خود فعالیت های هنری و فرهنگی را به شدت محدود کرده و به دنبال نابودی میراث فرهنگی کشور هستند که این وضعیت نه تنها بر هنر و فرهنگ تاثیر منفی میگذاره، بلکه مشکلات روحی و روانی زیادی را برای هنرمندان ایجاد کرده است. در دوران حاکمیت اول طالبان در 1996 تا سال 2001 بسیاری از اشکال هنر و فرهنگ به طور کامل ممنوع و نابود شدند. بودهای دوگانه آثار باستانی شهر بامیان را به قصد نابودی تاریخی مردمان بومی کشور را به هدف نسل‌کشی از آره ها نابود کردند و فرهنگیان، دانشمندان، آرتیست ها، هنرمندان و بله. ممنونم آقای دکتر، ممنونم. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.